این اونجاییه که شاه با اون پرسش شکارش کرد. اونجا جاییه که داری شکار میشی. اونجا جاییه که به تو برمیگرده. اونجا جاییه که در تخت بند ژنتیک، فرهنگ، تعلیم و تربیت، مدرسه، خانواده، پدر مادر، اجتماع که ما اینجور در جبر اینها هستیم، اونجا لوپول، اونجا منفذها، روزنهاییه که تو از این روزنها میتونی ردشی. این یعنی زمانی که روی خود پا میذاری. ولی هر فرمی بخوای حقیقی نباشی و خودت رو حقیقی نشون بدی، کار نخواهد کرد. وقتی میبینی فرقش باید چیز چقدره، وقتی یک ساعت ذکرت، یک ساعت سماعت اون مطلقن برای رو در روی با حقیقته، هزار سال همونو تکرار کن، هیچی برات نخواهد شد. به اندازه اون یک ساعتی، اون نیم ساعتی که تو خالص المخلص در مقابل حقیقت ایستادی و اومدی که حقیقت رو با وجود حقیقت بشناسی. اینکه وجود حقیقت چی باید باشه، به صحبتام رجوع کنید، بسیار توضیح دادم سر صحبتهای اویسنتیک بودن و در راستای وجودی حرکت کردن، اینجور چیزا. اصلا عامل ترانسندنس، عامل تعالی فقط همین موضوعه. خب پس در دل خودش عالی قلقله دید. این بیت بعد، ذره ذره پیش او همچون قباب، دم به دم می کرد صد گون فتح باب. داره مولانا در اینجا که صد گون دم به دم فتح باب میکنه، علم حضوری رو داره توضیح میده. ببینید در علم حصولی، اولا ما این که میریم دنبال علم، علم نیست که به دنبال ما میاد. دوم از همه مدارج علم، رسیدن به مراتب علم در اختیار ماست. سوم به ما رتبه میدن، یعنی مثلا میگن آقا این سوادش توی فیزیک به اندازه یه لیسانسه، اون به اندازه یه فوق لیسانسه، این به اندازه نمیدونم یه فوق دیپلمه. این رتبه ها رو به ما میدن. اما در مسائل معنوی، علمی که به سراغ شما میاد و ذره ذره این داستان وجودت رو میگیره. یعنی دو حالت علم حضوری، یا داریش یا نداریش، یا چراغ خاموشه یا چراغ روشنه، دو تا حالت بیشتر نیست، حالت سوم نداره، عین تاریکی و روشنایی میمونه، یا در تاریکی یا چراغ روشن میکنی. این که در چه مرحله و در چه لولی قرار داری، مولانا داره این رو مطرح میکنه که این داشت چراغ براش روشن میشد، تاریکی ها داشت از بین میرفت. از میلیون ها سال پیش تا به امروز، این کره خاکی هر روز شاهد اتفاقات کوچک و بزرگ بسیاری بوده است. اما شاید تا 100 سال پیش کمتر پیش می آمد که مردم یک گوشه از جهان از حال دیگر مردمان یا حتی اهالی چند کیلومتر آن طرف‌ترشان